نمیدونم دقت فرمودید که در ایران با هر کسی که صحبت میکنیم به خصوص با مسئولان و دست‌اندرکاران این جمله رو میشنوید که اینا نمیذارن ما کار کنیم یا اینا نمیذارن که پیشرفت کنیم یا تقصیر اینهاست. راستی این اینا کیان تو جامعه ما؟ ما از دست این اینا باید چه بکنیم؟ شما متوجه شدید که این اینا کیان؟ ما واقعا من یکی نفهمیدم که این اینا کیان. یا اینکه بسیاری از مواقع شنیدیم که این کلمه رو به کار میبرن، میگن که این، میگن که اون، اما هیچکی نمیگه که کی میگه. کلن در جوامعی که حرف زدن هم حتی هزینه داره بسیار میشنویم این دو کلمه رو، اینا و میگن. خدا نکشین آقای گفتن رو توی این مملکت، آقای میگن رو، میگن گفت، متوجه این؟ پدر این مملکت این آقای میگن در آورده. بله بله. این محمد مایلی که هم بود که از میگن گله داشت. اما حتی در چنین جوامعی هنوز انسان‌های آزادی‌خواه و وارسته‌ای پیدا میشن که خودشون میگن. متاسفانه در ورزش ما تعداد این انسان‌های که خود میگویند و زیاد نمیگن که میگن خیلی کمه. در ورزشی که خیلی هم زیاد توش صحبت از پهلوانی و پوریای ولی و غلامرضا تختی و اینها میشه، چگونه است که این گونه آدمهایی که خودشون میگن انقدر انگوش شماره؟ جامعه از ورزشکارانش توقع داره، از دست‌اندرکاران ورزشش هم توقع داره، چون اولا اونها رو دوست داره، ثانیاً ثروتمندشون کرده، معروفشون کرده، شرایط بسیار خوبی رو براشون به وجود آورده، حتی در مهارتی که دارند اونها رو در مجامع بین المللی نماینده خودش کرده. یکی از نادر ورزشکارانی که به دنبال میگن نمیره، خودش گوینده حرف خودشه، آقای ناصرخان اجازی است. محمد امین محمدی از قطر، اردو تیم ملی فوتبال ایران و ناصر اجازی عزیز و علی پروین و محمد صادقی و سایر عزیز. حالا اسم آقای ناصر اجازی هم اومد، جا داره آرزو کنیم از شما عزیزان بیننده هم خواهش کنیم که دعا کنن آقای ناصر اجازی رو. به حال ایشون در بستر بیماری هستن، حتی کماکان مداوا برای ایشون ادامه داره، خدا رو شکر روحی بسیار خوبی دارن ناصر خان حجازی و پزشکان تلاش میکنن که انشاءالله برگردن بهش عادی. حالا حتی هم داشتیم که حالا فرق نشد که تقدیم حضورتون کنیم، ولی به حال آرزوی سلامتی میکنیم برای ناصر خان حجازی، این بخش نوستالژیک و الان تصویرش پخش شد، من یاد اون ناصر خان حجازی افتادم. مجری نبود گفت که فیلمی هم، گزارشی هم از ناصر حجازی تهیه کرده بودیم که نشد تقدیم حضورتون کنیم، اما نگفت که چرا نشد. میگن به خاطر صحبت‌هایی بوده است که اخیراً ناصر حجازی کرده. اما ناصر حجازی ببینیم که چه گفته. به من میگویند عصبانی نشوم مگر بی‌غیرتم. وقتی درد و مشکلات مردم را به چشم میبینم با بی‌تفاوتی از کنار آن بگذرم. آمدن و یارانه‌ها را غالب کردند. زندگی مردم بهتر نشده که بدتر شده. خدمت به مردم یعنی فراهم کردن رفاه و آسایش آنها، اما متاسفانه شاهد نداری و سختی زندگی مردم هستیم. دولت میگوید 40,000 تومان در ماه به مردم کمک میکنیم، مگر مردم گدا هستند؟ مردم ایران روی گنج خوابیدند، نفت، گاز و غیره. دولت حق ندارد به مردم کمک کند، دولت باید کار کند، خدمت کند و زحمت و دسترنج مردم را دو دستی تقدیم آنها نماید.
40,000 تومان در ماه به مردم میدهند و بعد برای من قبض گاز 1,000,000 تومان میآید. گاز به کشور همسایه با مبلغی به مراتب کمتر از آنچه از مردم میگیرند صادر میشود. با دیدن این شرایط نباید عصبانی شوم، نباید هرس بخورم و شرایط جسمانیم مثل امروز شود. من این حرفها را برای خودم نمیزنم. به هر حال از آنجایی که چهره شناخته شده ای هستم، مردم به من لطف دارند. زندگیم میگذرد. حتی با اینکه بیماریم بسیار پرهزینه است، با لطف مسئولین بیمارستان کسرا، مالک گسترش فولاد تبریز و اندوخته پسندازم روزگار سپری می شود. اما اگر مردم عادی شرایط امروز مرا داشتن و با یک بیماری پرهزینه روبرو می شوند، چه باید بکنم؟ برون بمیرند؟ ناصر ادامه می ده. البته ازش سوال میشه که یعنی بهش گفته میشه که اما دولت در ارتباط با بحث یارانه ها حتما از نظر کارشناسان بسیاری استفاده کرده است. ناصر میگوید اتفاقا برای من هم جای سوال است که مگر اینها کارشناس ندارند؟ از کجا این یارانه ها را آوردند؟ اگر کشورهای دیگر چنین کاری انجام دادند، ابتدا شرایط و بستر کار را فراهم کردند و بعد اجرا نمودند. آیا در ایران این بستر فراهم بود؟ اینکه بگویید مصرف نکنید، فلان چیز را نخرید، هزینه نکنید تا برایتان پسنداز شود، هنر است؟ آخر یک کارگر که ماهی 300,000-400,000 تومان حقوق میگیرد و کرای خانه، خرج زندگی و غیره دارد و حال باید 3 برابر مبلغی که دولت میدهد به آنها برگرداند، چطور زندگی کند؟ نتیجه اش میشود فقر، و فقر یعنی فساد، فحشا، طلاق. امروز شاهد هستیم که کارخانه های ما یا ورشکسته هستند یا صاحبان آنها جهت جلوگیری از ورشکستگی کارخانه هایشان را تعطیل می کنند و نتیجه آن بیکاری و دربدری کارگرهاست و این مشکلات در پایان باعث از هم پاشیده شدن کانون خانواده ها و ایجاد مشکلات اجتماعی و اخلاقی می شود. ما کارشناس واقعی و افراد تحصیل کرده و با دانش کم نداریم. حتی در مسافرت‌های خارج از ایران وقتی با این افراد روبرو می‌شوم، می‌گویند حاضرین با رقمی نصف آنچه در خارج از ایران به ما می‌دهند در خاک خودمان کار کنیم. به عشق ایران، اما امکانات و شرایط برای ما فراهم نیست. می‌خواهم از دولت بپرسم که اجرای تر یارانه‌ها اهمیت دارد یا یافتن راهی جهت جلوگیری از فرار مغزها.